سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. نیلی خبر حامله شدنش از شاهین لو رو اعلام میکنه. اتفاقا شاهین لو هم همون اطراف منتظره تا بچه رو بعد از 9 ماه تحویل بگیره. پس این ویدیو رو از دست ندین تا ببینیم ماجرای این بچه چیه. روزایی که نیلی میتونست برای فیتش با شاهین لو خوش بگذرونه دیگه دووم نیاورد. آخه از الان باید بیفته دنبال سونوگرافی تا بفهمه یادگاری شاهین پسر یا دختر. چون همکاری شاهین با نیلی به یک آهنگ خلاصه نمیشه، بلکه چون روز درختکاری نزدیکه شاهین ترجیح داده با کاشتن یه بچه برای نیلی خاطرات خوبی رو از یک شب بارونی باقی بذاره. تمرینات نیلی با شاهین لو سر خوندن این فیت انگار از یه جایی به بعد از تمرینات آواز و خوندن تغییر شکل داده. یعنی از همون روز اینا شروع کردن به کشتی گرفتن، به دفعات هم کشتی گرفتن، ولی این تمرینا چون خیلی فشرده بوده کار دست هر دوشون داده. از مسیر هرگز نزدن به مسیر یه ذره با تعارف زدن به مسیر پشت سر هم زدن رسیدم. نمیدونم از روزی که فقط تیزر کار در اومده نیلی تقریبا هر شب یه بار قش میکنه و میبرنش بیمارستان. همه با خودشون گفتن این طبیعیه، ذوق کرده فیتش بیرون اومده، ولی خودش باز دوباره ظاهر میشد و اعلام میکرد زنده است تا کسی الکی نگرانش نشه. اما یکی از این قشا کارش رو به سونوگرافی میکشونه. حالا سونوگرافی این وسط برای چیه بعدن میفهمیم. آی ببسی بود شما دنبال چی هستی؟ همینطور که داشتیم فکر میکردیم آخه برای یه قش ساده که سونوگرافی نمیگیرن، یه دفعه دوست سابق نیلی، یعنی همونی که نیلی رازای دلش رو باهاش در میون میذاره تا اگر لازم بود همه رو خبردار کنه، یه استوری داد که دوباره ازش آمار بچه نیلی رو گرفتن. اونم در جواب گفت بچه رو ولش، الان زنگ زده خبر داده حامل است. بعد چون نمیدونه روشای انداختن بچه چیه میپرسه چیکار باید بکنم. با این همه فردینم خودش شک کرده که این نیلی احتمالاً دوباره همه رو داره اسکل میکنه. آخه سابقه داره، قبلنم زیاد گفته بود حامل است. یعنی همیشه یه هفته بعد از هر ریل خبر حامله شدنشو میداد. پس این که این دفعه هم ایستگاه همه رو گرفته خیلی بعید نیست. نهایتا هم خواسته تا این موضوع همینجا بمونه و کسی نفهمه. این تو بچه جیب جون داد این کار رو میکنه، حتماً جون داد. از اونجا که نیلی دیگه بیشتر از حد مجاز قش کرده، فالوئراش نگرانش میشن که شاید این یه کاریش هست یا یه مریضی جدی داره. پس دوباره احوالش رو از فردین پرسن که این چرا انقدر پیش دکتره؟ فردینم در جواب می نویسه خیره، یه بچه یه گوگولی تو راه داریم که فقط گیر جنسیتشیم، یا به باباش میره یا به مامانش، 9 ماه دیگه هم معلوم میشه. خوشبحالش خوشبحال. فردین که درست حسابی جواب نمیده که این حامل است یا نه. پس فالوئراش که میبینن این بیمارستانا یکم مشکوکه میرن توی دایرکت نیلی، از اون میپرسن تو حامله ای؟ اون سونوگرافی چی میگه؟ نیلی هم که انگار هنوز در مرحله بیبی چک گیر کرده یه علامت سوال میذاره تا بگه منتظر جواب آزمایشه. ولی از الان کیک تولد رو آماده کرده. پس به زودی نیلی هم مثل دنیا بچه بغل میگیره و راه به راه میفته دنبال اینکه بابای بچه رو پیدا کنه. نیلی هم که گردنگیریش ضعف داره، ولی قشنگ علائم بارداری رو داره، پس جواب این علامت سوال استوری قبل رو با یه یس بزرگ میده. بعد تضمینم میده واقعی و حقیقت داره. البته عوارض بارداری رو هم نشون داده، مثلا ویار کرده و دیگه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. ویارش هم شیرینیه، مثل اون قدیما هم که گفته بود حامل است دوباره یادی از شیشه شیر بچه میکنه. از علاقه زیادی که به بچه داره از الان شیر دادن رو تمرین میکنه تا به وقتش آمادگی لازم رو داشته باشه. تازه تاریه دیدم گرفته،
البته برای اینه که نگه داره کجا میره. بذار بره بمیره، کجا بمونه اینه که میری. خب انگار 9 ماه دیگه خبرای جدیدی میشنویم. البته لازم نیست خیلی صبر کنیم تا فیلم اتاق عمل و زایمان در بیاد. یعنی شکم همه چی رو لو میده. البته اگه نیلی هم مثل دنیا نباشه که دقیق یک روز قبل از زایمان شکمش جلو اومد و فردای زایمان هم کلن همه چی فلج شد. یه مشکل دیگه هم داریم. شاهین لو هم هنوز کاشتن رو گردن نگرفته. یعنی نیلی شانس بیاره شاهین لو مثل مهراد نباشه که بچه رو قبول نمی کرد. آخه مشکل فقط بی بابا بودن بچه نیست. مشکل اصلی اینه که اگر قبول نکنه برای همه این سوال پیش میاد که پس این از کی حامله شده؟ غیر از شاهین که کسی دور و اطرافش نبوده. این یعنی این که از فردا باید بگردیم دنبال پرتقال فروش. خیلی هست. خیلی هست. خیلی هست. اینجور که بوش میاد نیلی داره دوباره به تولید یک حاشیه جدید فکر میکنه. البته با یه داستان قدیمی که دستش رو برای همه رو کرده بود. اون روزی که نیلی توی سوئیش خبر داد حامل است رو هیچ کس فراموش نمیکنه. من به زودی دارم مامان میشم. بعد وقتی قشنگ همه چی تبدیل شد به یه مسخره بازی دوباره خود نیلی ظاهر شد و اعلام کرد همش بازی بوده. یعنی سر یه شرط بندی گفته حامل است. دوستان اینجا بودن، ما با هم دیگه شرط بسته بودیم، بعد من اون شرط رو باختم. بعد وقتی اون شرط رو باختم دوستان گفتن که باید الان استوری بذاری در حد 10 دقیقه و بگی که حامله ای. دیگه منم مجبور شدم دیگه، حالا به خاطر اینکه کم نیارم این کار رو بکنم. ولی بعدش منم گفتم که قضیه این بودم و تکذیب کردم حرفی زدم. ولی خب به لطف خیلی از دوستان این استوری که در حد 10 دقیقه گذاشته بودم همه جا پخش شد، ولی اون قسمت بعدش رو هیچ کس بر نداشته بود بذاره، فقط اون قسمت اولش رو گذاشتن و دیگه میخواستن فالوور بگیرن دیگه کار کردن. این داستان بارداری هم انگار تکرار همون قدیمی هست. یعنی باید منتظر باشیم و ببینیم این دفعه کی میاد و اعلام میکنه دوباره با بچه ها شرط بسته بودم. فقط رفقاش هم خیلی بیرحمن که سر یه شرط بندی ساده این بیچاره رو حامله میکنن. حالا نظر شما چیه؟ این دفعه سر چی شرط بستن؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. لایک و سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنین تا زمانی که نیلی بچه رو بیرون کشید بهتون خبر بدیم. غیر از همه اینا ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین.